Wee! بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ای داغ دار اصلی این روزه ها بیا صاحب ازای ماتم کرب و بلا بیا تنها امید خلق جهان یبن فاطمه ای منتهای آرزوی اولیا بیا هفته به هفته می گذرد با خیال تو پس لاقل لا به حرمت خون خدا بیا بیش از هزار سال تو خون گریه کرده ای ای خون جگر زقامت زینب بیا بیا عرض ارادت کم ما را قبول کن امسال هم محرم ما را قبول کن السلام علیک یا ابو عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر لهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سلام از مکنم خدمت یکایک شما بینندگان و سروران گرامی خوب و نازنین شبکه هادی تیوی در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه و وقت بیداری و صورت پخش زنده و تسلیت از میکنم خدمت شما عزیزان ایام ازاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و سلام را و امیدواریم که خداوند متعال نام ما و شما را در زمره ازاداران واقعی حضرتش قرار دهد انشاءالله با احترام و با افتخار همراه شما هستیم و در کنار شما در محضر سرور عزیزمان جناب آقای دکتر محسومی سلام علیکم استاد بسیار خوش آمدید بندم خدمت شما و تمام بینندگان محترم سلام عرض میکنم و به مناسبت آشورای حسینی عرض تسلیت دارم خدمت همه دوستان و علاقه به خاندان افرت و تهارت و درود و سلوات میفرستیم به روح متحر عبا عبدالله سید شهدا و شهدای مظلوم آشورا بسیار علی تسلیت از خدمت شما های دکتر مهربانی فرمودید تشریف آوردید انشاءالله که امشب از محضرتان بهرمن خواهیم بود موضوعی که در خدمت شما هستیم انشالله یک موضوع به روز هستش و مبتلا به و انشالله که با بیانات شما کاربردی هم میشه رمز ماندگاری نهزت حضرت امام حسین علیه, السلام, علیه السلام, السلام موضوعی است که انشالله امشب از محضر شما بهره میشه بله این سوالی است که همیشه مطرح بوده و های گوناگونی به اون ارائه شده در محافل مجالس و در جلسات خانوادگی از همدیگر میپرسند که چه سری است در این حادثه که پس از گذشت سالیان طولانی و دهها قرن باز هم زنده و تابنده وجود دارد دو نکته را خدمت شما عرض کنم یکی این که قیام امام حسین یک قیام و یک نهزت و یک حرکت و یک جنبش جامع بود این جامعیت قیام را باید در ماندگاری قیام در نظر گرفت جامعه بود یعنی کامل بود نقصی نداشت درزی نداشت, درز نداشت، شکستی نداشت کمبودی نداشت خب وقتی یک خانه کامل هست دیگه معمولا سالم میمانه اشکال از نقص هاست که اگر نقصی و کمبودی بود این کم بود به مرور موسیقی زمان موسیقی به نابودی آن مطلب تمام میشه قیام امام حسین به سبک قیام انبیا بود یعنی کامل بود و بیشترم به سبک قیام جدش رسول خدا بود چون کاملترین نهزت نهزت پیامبر خاتم بود این جمعیت رو ما باید در ابعاد گوناگون جستجو کنیم قیام امام حسین یک قیامی بود بر مبنای عقل تفکر خرد سنجش باند. سنجیده بود خیلی سنجیده بود نه بر مبنای احساسات بود نه بر مبنای عقده بود نه دست پاچگی در آن دخالت داشت نه تصمیمات عجولانه در آن دخالت داشت یک قیام کاملا سنجیده بود مطالب را امام حسین بررسی کرد اوضای مسلمان ها را به دقت مطالعه کرد دید که مردم در یک بیخبری و در یک عدم تحلیل سیاسی به سر میبرند فلسفه سیاسی اسلام تغییر کرده مذهب جبرگرایی رشد پیدا کرده مرجعه که یک طایفه خطرناکی بودند که میگفت هرچه گناه کبیره هر کاری میخوان بکنین مشکل نداره. در واقع راه را برای فسق و فجور قانونا باز, باز میکردن. با وجود آمده بود و سران و مسئولان هم هر کار را انجام میدادن. بنابراین جامعه داشت در یک گودالی قرار میگرفت که احتیاج به کار بسیار اساسی و ریشهی داشت. این از یک جهت و بعد امکانات خود رو هم در نظر می گرفت که من با این امکاناتی که دارم با این طرفدارانی که دارم چه کار باید بکنم؟ این بود که سنجیده حرکت کرد یک صحبت بسیار معقول و سنجیده و خیرتمندانه با والی مدینه داشت بعد از اون برای که امنیتش تامین بشه شب از مدینه حرکت کرد و اولین جاییم که آمد مکه بود چون مکه میبخشید یه حرکت سنجیده که اشاره فرمودید از منظر خود حضرت بوده دیگه چون ال ظاهر برای بقیه ایجاد سوال میکرد که چرا و در تاریخ ذکر شده که آمدن نصایحی کردن که چرا این کار میکنی چرا اینجا میری از نظر اونا سنجیده نبوده از نظر خود حضرت از نظر خود حضرت سنجیده بود از نظر خردمندان امروز بسیار سنجیده بود از نظر متفکرین امروز و محققین و نکته سنجه هایی که نکات دقیق تاریخی را بررسی می کنن بسیار سنجیده بود بنابراین حرکت از تمام جهات سنجیده بود در این که امام حسین در یک شرایط خاص قرار گرفت شک نیست ولی در این شرایط خاص سنجیده عمل کردن کار هر کس نیست, نیست. معمولا زود تصمیم میگیرن و اشتباه می بر مبنا احساسات می کار میکنه مکه چون محیط امنی بود به یکی هم مردم برای عمره می فرصت مناسب بود خود مکه یک امنیت نسبی داشت خیلی از مطالب را با مردم بیان کرد و در واقع به طور نسبی مردم دانستند که امام حسین داره یک کار بزرگ و فوق معمول انجام میدن و این برخلاف عرف آن روز بود یعنی همه مردم وقتی می آمدن مکه و آمدن ایشان در روز هشتم زلهجه حرکت کرد به سوی کربلا و مسیرم که انتخاب کرد جایم که انتخاب کرد هدف که انتخاب کرد خیلی سنجیده بود نه. این باید در یک جایی باشه که هم حرمت کعبه حفظ بشه و هم در یک جایی که برحال بعدانم خبرش برسه طرز حرکتش سنجیده بود کسانی که با خود برد از خانواده بسیار سنجیده بود خانواده هم کسانی بودند که نزدیکترین افراد بودند به امام حسین هم از نظر نسب خواهرش بود فرزندانش بود امسرش بود و هم از نظر عقیده و فکر اینا رو با خود برد و بعد معلوم شد که آوردن اینها خیلی روی حساب و کتاب بوده که اگر اینها نمی بود قیام یک قسمتش نقص برمیداشت بسیار استر محترم به تایم میان برنامه برنامه رسیدیم به اتفاق شما و بینندگان عزیز میریم به اتاق فرمان و بعد از دیدن میان برنامه در خدمت شما خواهیم بود با ادامه مطالب های دکتر همراه ما باشیم آه. امام حسین علیه السلام و نادا من زاب بن یزب عن حرم رسول الله صلی الله علیه و آله من موحد یخاف الله فینا آیا کسی هست که از حرم رسول خدا دفاع کند آیا مسلمانی هست درباره ما از خدا بترسند این حسین کیست که عالم همه دیوانه ای اوست این چیشم ایست است که جانها همه پروانه ای اوست سلام مجدد از میکنم خدمت شما بینندگان عزیز با بخش دوم برنامه به وقت بیداری به صورت پخش زنده مهمان لحظات شما از هستیم زمینه ای که من پول ارتباطی رو خدمت شما از آن اعلام میکنم نمبر مثبت 964 780 255 413 نمبر واتساپی برنامه است و شما از آن میتونید سوالات و نظرات و پیشنهادات را نرایی کنید متخصصان ما ان شاءالله پاسخگو خواهند بود بس ما در موضوع رمز ماندگاری نهزت امام حسین علیه السلام و بخش اول به این مطلب استاد اشاره فرمودن که جامعیت نهزت امام حسین علیه السلام و همچنین حرکتی که بر مبنای عقل و بسیار سنجیده اتخاذ شد یکی از رمزهای ماندگاری نهزت بوده استاد استفاده میکنیم از خصوصیت دوم یا رکن دوم جامعیت قیام امام حسین تعبد بود تعبد ولی این تعبد یعنی تسلیم دستورات الهی شدن در برابر خداوند کاملا تسلیم بودن تعبد چیزی که هیچ چیز جای او را نمیگیرد اگر انسان فقط به عقل بسنده کند و از تعبد فاصله بگیرد به کمال نمی رسد سه. خب ایشون یک تعبد خاصی داشت یک عبادت خاصی داشت یعنی در اون شرایط در اون اوضاع عبادتش نمازش قرائت قرآنش راز و نیازش با خدا نمونه بود معروفه که بنابرای جنگ روز نهم صورت بگیره ایشان پیام فرستاد و از اونها یک شب را مهلت خواست فقط برای همین عبادت. که من عبادت و راز و نیاز با خدا را بسیار دوست دارم و امشب دوست دارم که با خدا راز و نیاز کنم بنابراین <coughs> میگن که انسان با دو بال میتونه پرواز کنه بال تعقل و بال تعبد هر دو توش امام حسین داشت به علاوه توکل داشت این توکل کلید حل معماهای زندگی است انسان تو توکل به خدا نکنه کارها مخصوصا کارهای بزرگ اینقدر ریسک داره و طور جلو و چشم انسان جلوه میکنه که آدم جرأت نمیکنه دست به او کار بزنه توکل این مطلب راحت میکنه حل میکنه وقتی انسان توکل به خدا کرد اون وقت میشه ابراهیم بسیار براحتی راحتی ها میشه کنه وقتی توکل به خدا کرد اون وقت با نیروی بسیار کم صد نفر در آخر کمتر از صد نفر بود در کربلا رسید خب با این در برابر چند هزار نفر نیروی طرف مقابل قیام میکنه و رو میدونه که مشکلات بعدی چه بود این توکل ما دو تا واژه داریم مانه. که عزیزان به او توجه کنن یکی بسیار پسندیده و زیباست که اینو ما باید کسب کنیم او توکل این خدا رو در کارها وکیل بگیریم و به رسالت خودمان و به تکلیف خودمان عمل کنیم ای که ما به تکلیف خودمان عمل میکنیم یعنی ما او چیزهایی که وظیفه ما و مسئولیت ما اونها رو انجام میتیم علاقه بر این توکل هم داریم توکل هم میکنیم برای که اگر ما توکل نداشته باشیم اون رسالت خوب رسالت تا رسالت اون رسالت سنگینی که به دوش ماست که اگر فرصت شد عرض خواهم کرد بله. ما بدون توکل نمیتونیم انجام بدیم یکی توکله که از خصوصیت حضرت ابراهیم هم توکل بود و از خصوصیت پیامبر خاتم هم توکل بود در قرآن کریم آمده که وقتی اعظم کردی تصمیم گرفتی فتوکل, فتوکل الله این صفت بسیار پسندیده است در برابرش یک کلمه است که بسیار ناپسنده و بسیار زشته در دل. مقابل توکل در مقابل توکل و اون توکل یعنی چه توکل یعنی این او رو وکیل میگیره برای کارا او هم رو وکیل میگیره نه این اقلام به کار میکنه نه اون اقلام به کار میکنه برو میکنه اعلان میکنه بله هر کس کسی دیگره دید خب چکار شد چکار کردیم فلانی چکار کرد ام. یک بار نمیپرسه که من خودم چکار کردم این توکل که در لسان روایات به شدت از او من شده و متاسفانه امروز در جامعه ما زیاد دیدن دیده میشه, میشه توکل خود شخص بی طرف مشغول یک زندگی خودش انجام بتره از دیگری انتظار داره ولی در حالی که همش میگن اون, اون چی کرد اون چی کرد آقا از طرف هم یک کاری بکنین خب چرا خاموشین چرا ساکتین چرا چراغ فرهنگی کم نوره چرا مجالس فرهنگی کم رونقه به همه میگه غیر خودش خب این توکل به همون اندازه ای که توکل پسندیده است توکل ناپسند است که اگر این بیماری در جامعه آمد دیگه هر کس رسالت خود را به دوش دیگری می خصوصیت سومی که در امام حسین بود اخلاص بود یعنی کاری که می کرد و کاری که کرد مخصوص برای رضای خدا بود هیچ انگیزه دیگی نداشت و یک کار وقتی مهر اخلاص میخوره این از جانب خداوند تایید میشه واقعا کمک میشه بنده های مخلص در قرآن کریم آمده که از گزند ضررهای شیاطین در امانه الله مخلص مخلصین مخلص, این. مخلص وقتی با اخلاص کار میکنه پس از مدت مخلص میشه یعنی <مخلص>, مخلص مرتبه بعدی و بالاتر از مخلص است <مخلص> و امام حسین وقد... فقط مخلص و مخلص مخلص اینه که مخلص کسی که در کار اخلاص داره با این اخلاص خود اقدام میکنه کار میکنه کار میکنه پس از تیه مسیری این خودش خالص میشه خودش خالص خودش میشه پیدا میکنه. بلی مخلص کسی است که در جهت خالص شدن کار میکنه و مخلص کسی است که خالص میشه دیگه هیچ به قول معروف طلای ناب دیگه. میشه هیچ ناخالصی در او وجود نداره, نداره. امام حسین بسیار مخلص بود یعنی کاری که میکرد اقدامی که میکرد توکلی که به خدا داشت به قدر سر سوزن تمعی نداشت و هدف نداشت هدف غیر خدایی <applause> و بالاخره دانو شرایط وقتی ما آمدن به مکه بهش گفتن که شما با شرایط کجا میرین ایشون فرمود که خدا خواسته رسالت من همینه تکلیف من همینه و در اونجا که رفت معامله ای که با خدا کرد کاملا مخلصانه بود این اخلاص به قدر ارزش داره که در روایات ما آمده که امیر مؤمنان علی علیه السلام کار نیک انجام داد همه ای کارشان نیک بود مورد تشویق رسول خدا قرار گرفت و بعد رسول خدا فرمود که علی من تو رو بین چند چیز مخیر قرار میدم یا اینکه 600 هزار دینار دوست داری بهت بدم یا همین تعداد شطور بهت بدم یا 600 هزار کلمه خوب باید یاد بدم خب انتخاب علی مشخص بود گفت 600 هزار کلمه خوب از بین همه اینها بعد پیامبر فرمود که از این 600 هزار کلمه خوب من 6 تا انتخاب میکنم باید یاد میدم و یکی از اون 6 کلمه این بود که اذا رأيت الناس يشتغلون بكسرة العمل فاشتغل صفوت العمل وقتی مردم دیدی که با کسرت عمل زیاد به زیادی عمل زیاد نماز میخوانند زیاد مثلا روزه میگیرن تو سعی کن با صفایی عمل به خالص بودن عمل عمل یعنی با کیفیت عمل وقتی دیگرا با کمیت مشغولند تو به کیفیت, با کیفیت مشغول باش این سخن خیلی زیباست خیلی چرا برای که انسان موجود کیفیه در جهان هستی انسان یک موجود کیفیه از نظر کمیت که نه وزنی دارد که وزنش برابر باشه با فیل نه قدی دارد که با بعضی حیوانات برابری کنه نه توانایی جسمی نشم خیلی زیاد نیست ولی یک موجود کیفیه به خاطر این کیفیت خود سلطه داره بر همه چیز بدون که بال داشته باشد پرواز میکنه و بدون که امکانات ماهی رو داشته باشد در دل دریا میره این به خاطر سلطه است که خدا به داده به خاطر کیفیت الان هم هر کس به کیفیت زندگی خود فکر کرد موفق شد هر کس به کمیت بسنده کرد ناموفق شد واقعا یک فاکتوریه که اگر ما رعایت بتانیم بکنیم در زندگیمان خیلی کار خودمون هم راحت میشه بله زدن و رفتن و کندن و دنبال زیادی و جاهای زیادی آمده که عبادت به زیادی سجده و رکوع نیست بلید شاید تعقل بخش بیشتری از عبادت باشه خب استاد رسیدیم به میان برنامه دوم برنامه و دعوت میکنیم از شما عزیزان بیننده که همراه ما باشید و بعد از دیدن میان برنامه برمیگردیم خدمت جناب های دکتر معصوم استاد محترمان و ادامه مطلبش ان شاء استفاده خواهیم کرد همراه ما باشید بوی خوش نسیم دلنواز از دور دست می آید در وجودت تکی از بهشت جا مانده است آنگونه که از چشمانت اطریاس می ترابد. روشنای چهرت با افقهای دور و درخشان نسبت دارد ریشت از مقدم ترین رودخانه آب می خورد نخلها پیش قامتت کوچک می نمایند ای قاسم دوست داشتنی نامت از دهان زمین نمی افتد آزادگی دوست دیرینه تو خورشید هم بازی کودکیت و عشق هم سفر همیشگی توست پرندگان چشم بر قانون رهایی دوختند می آیی و پنجه در پنجه کوه می افکنی و فرو می ریزیش می آیی و از جای گام های سپیدت درختانی از آینه قد می کشند بر اسب که می نشینی بارانی از ستاره باریدن میگیرد محتاب انواج نگاه توست که بر دامن آسمان میریزد لبهای ترک خورده ات سال هاست فرات را سر در گریبان نگه داشته است صفحات آن زهر سرخ را ورق میزنم رد نگاه های پر حیبت توست که بر جامی خوبم می‌کند می در آن زهر داغ مثل ماه می درخشید چه دلیران جنگیدی از نگاهت قمی بارید اشتیاق تو زبان زد شده وقتی که دیدند بند یک کفش تو از آتش رفتن باز بود این چنین زخم فقط قسمت تو تنها بود تو یادگار برادر هستی و عزیزتر از جان واجه ها در برابر تو چقدر کوچک و حقیر میشوند. وقتی مرد در چشم تو شیرينتر از اصل است چون بود انتخاب تو اهلا من الاصل شد مرگ در حساب تو اهلا من الاصل پرسید از شهادت و گفتی که ای امو مرگ است در رکاب تو اهلا من الاسل ای صاحب رساله مستی نوشته در هر صفحه از کتاب تو اهلا من الاصل میخواستی که شاعر کرب و بلا شوی این شد خطاب تو اهلا من الاصل در پاسخ سوال تو شد مرگ روسیا وقتی که شد جواب تو اهلا من الاصل سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز با بخش سوم برنامه به وقت بیداری به صورت پخش زنده مهمان لحظات شما عزیزان هستیم و استفاده میکنیم از محضر سرور عظیمان جناب دکتر معصومی در ادامه مبحث رمزهای ماندگاری نهزت حضرت ابو عبدالله حسین علیه صلی اللہ علیه و خصوصیت دیگه قیام امام حسین که مهمترین خصوصیت شما هست و شاید هم رمز بقاش در این باشه اینه که این یک قیام عادلانه بود عادلانه. قیام عادلانه یعنی یک قیام موزون بود یک قیام متناسب بود بقیه. وقتی انسان کارش عادلانه است این همجهت میشه با نظام هستی چون حرکت نظام هستی عادلانه است عدل بالعدل قامت السماوات والعرز وقتی انسان دقیقا کار عادلانه انجام میده با هم همجهت میشه وقتی جهت انسان با حرکت و با جهت موج جهانی هستی و دریایی هستی همزو شد این دیگه مشکل نداره تا وقتی هستی هستی میمونه حسن. قیام امام حسین عادلانه بود عدل از اون کلمات است که زیاد گفته میشه ولی در عمل با اون مشکل داریم چرا مشکل داریم برای که شناخته عدل کار مشکلی یعنی یک چیز موزون باشه از هر جهت موزون باشه حکیمانه باشه دقیق باشه این کار مشکلی چرا؟ برای که خیلی از جهات ماها دسترسی نداریم و اینجاست که جلسه میکنن مینشینن و تصویب میکنن میگن این عادلانه است چرا عادلانه است برای که نظر بقیه اینه و محصول جلسه این میشه که ازدواج مرد با مرد و ازدواج زن با زن یک چیزی بسیار مزخرف و نابسند و خلاف فطرت انسان ها وقت انسان یک چیز میشناسه میتونه که او رو وجود بیاره یعنی در موزون بودن یک از تعریف های اینه که هر کار را در جای خودش قرار بده امی جایگاهی هر کار کجاست این کار مشکلیه با انسان... مشخص شده بله انسان یک موجود بسیار بزرگه هست در تصمیماتی که میگیره و در کارهایی که میکنه این فکر خودش به تنهایی جواب نمیگه برای که این فکر ما و ذهن ما تحت تاثیر عوامل گوناگون قرار میگیره فرهنگ ها روش اثر داره رسم رواج ها روش اثر داره حب و بغض روش اثر داره, داره. نظام هستی این موجود نازنین هستی را در این قسمت باید یاری کنه این میشه عادلانه یعنی کار عادلانه کاری است که از سوی نظام هستی مورد تایید باشه مورد تایید باشه و راهنمایی بشه و کمک بشه و اون خداوند بنابراین ما در شناخت عدل باید دنبال وحی باشیم اگر وحی به کمک عقل نیاد ما در انجام عدل و در شناخت عدل مشکل داریم مشتباه میشیم اگر ما تانستیم این قسمت را به دست بیاریم حرکت خود را هماهنگ با نظام هستی که نظام عادلانه است قرار بدیم دیگه خطر ما رو تهدید نمیکنه به این خاطر کعبه ماندگاره سخن حق ماندگاره ابراهیم خلیل چند جمله در زمان گفت تا قیامت اونا ماندگاره قرآن ماندگاره سخنان پیامبر ماندگار امام حسین کارش را گره زد با نظام هستی چطور نگفت بنی هاشم مشکل داره بنی هاشم خیلی مشکل داشت مورد بغض بنی امیه بود نگفت قریش این صحبت ها. نگفت عرب این صحبت نکرد آمد دائره را وسعت داد و خود را با محور هستی هماهنگ ساخت فریاد زد الا <applause> ترون ان الحق لا يؤمل به مسئله حق و باطل مطرح کرد مسئله حق و باطل میاره جهانیه میاره است که در هستی مطرح میشه وقتی کارش را بالا برد بالا برد و محور را حق قرار داد نه چیزهای دیگر نه مسائل روزمره نه سلطنت نه پادشاهی نه, باید. نه حکومت نه پول نه چیزی دیگر خب این گریه خورد با نظام هستی وقتی با نظام هستی گریه خورد در متن قرار گرفت وقتی در متن قرار گرفت در آن صورت این ماندگار شد شما دقت بفرمایید وقتی یک آب داخل یک لوله در حرکت یا خون داخل رگ رگ های انسان در حرکت اون قسمت از خون و مایه که داخل لوله هست اون قسمت وسطش و سرعتش که سرعتش در واقع هم سرعتش بیشتره هم در امنیتی بیشتر به سر میبره معنی. این به دلیل این که به عدالت اون از دیکتره. چون عدل یک معنای بسیار جالبی داره عدل مثل وجوده هر جا صحبت از وجوده صحبت از عدل و صحبت از ظلمه بنابراین با ما اندازه ای که وجود از یک جهت فهمش بسیار ساده است از هر کس بپرسی وجود میکنه خب بله وجود یعنی میفهمیم دیگه وجدان میکنه یعنی بله انسان فلان لباس خانه از یک جهت اون و مشکله وجود چیه فیلسوفا میمونه به این دانشمندان میمونه عدل اینجوری شما از هر کس بپرسین تا حدودی میگم که حد نمی یعنی کارهای عادلانه کارهای منصفانه کارهای خوب ظلم نباشه ولی باز بگن عدل چیه مم. یک کسی زحمت میکشه کاری انجام میده بعد مشخص میشه کارش اشتباه بوده برای که نبوده در شناخت عدالت و محورهای عدالت و موازه اشیا و مخصوصا تصمیمگیری انسان و موضع انسان انسان باید مورد یاری نظام هستی قرار بگیره چرا؟ برای که موجود بسیار بزرگه انسان یک موجود منطقی نیست یک موجود محلی نیست یک موجود جهانیه چون موجود جهانیست و در فرهنگ انبیا چون انسان نایب خداونده و خلیفه خداست و این حرف کمی نیست بنابراین اگر در این موزیگیدی ها کمک نشه از اون طرف میلغزه این لحظش خوب گویی همون لحظه مشخص میشه گویی ده سال بعد بیس سال بعد سه سال بعد اگر هیچ کارم نشه بقا نداره برای که شما وقتی یک ار شود محوره پرتاب میکنین دوری زمین این وقتی به جای برسه که دیگه اونجا توازن قوا وجود داره جاذبه و یک توازن داره اما اونجا اگر قرار گرفت دیگه بعد میچرخه طولانی دور زمین میچرخه ولی اگر کمتر از او بود یا بیشتر از او بود سقوط میکنه بله. دوباره به زمین برمیگرده اینه که مهمترین مطلب اینه و مهمترین درسی که امام حسین از نظر اجتماعی به جامعه بشری میده درس عدالت خواهیه بله. در قیام امام حسین جنگ بین مسلمان و غیر مسلمان نبود درسته ولی گوتراف هم نماز میخوندن به ظاهر مسلمان بودن بله جنگ عدل و ظلم بود و اصلا امامیه را میگن عدلیه عدلیه دارد. یعنی کسانی که پیروی مکتب امام حسین ها. کسانی هستن که باید در راه عدالت گام بردارن اگر کسی در راه عدالت هیچ گامی بر نداره این در کشتی امام حسین نیست قرار نمیگیره اگر فرصت باشه این نکته رو خدمتتون عرض کنم من بله ببینید شما در آیه قرآن هست اهدن از سرات المستقیم در مبارکه همد بعد میگه سرات اللذین انعمت علیهم اون راهی که به کسایی که نعمت دادی او مسیر پیمودن ما رو به راه هدایت کنی رو ما از خدا در روز لاقل ده بار که واجب میخواییم ولی بیشترم گای میخواییم بعد این انعمت علیهم هستن در یک جای دیگه قرآن آمده اینجا نیمده میگه که ما یوت الله و رسول کسی که اطاعت خدا و پیانبر رو بکنه اینا با کسانیست که انعم الله علیهم اینا با اوناست اونا کیه؟ من, ال من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین ای چهار تایفه انعام و لطف خدا قرار گرفته که آدمی که اونا قرار یعنی ما رو با اونا قرار بده چجور چگونه آخری آیه میگه اولای که حسن رفیقا اینو عجیب رفیقایی هستن بهترین رفیقا. یعنی ما هر شب و روز از خدا دوار میخواییم خدایا ما رو را در رای اون کسایی که مورد لطفت قرار گرفته قرار بده اونم چهار گروه همین چهار گروه خوب از نبیینش که بگذاریم امام حسین هم صدیقه هم شهیده هم صالحه یعنی ما این میخواییم که خدای ما رو در این راه قرار بدی خب وقتی ما این یا آگاهانه این از خدا میخواییم یا ناگاهانه اگر آگاهانه از خدا خواستیم حالا خداوندم لطف کرد بالاخره این دعای ما رو مستجاب کرد و ما رو با اینا قرار داد حالا ما با کسی رفیق شدیم که او صدیق او شهیده او صالحه مثلا امام حسین خب وقتی با این رفیق شدیم چیکار کنیم باید مثل او گام برداریم اگر گام های ما مثل آمد. گام او نباشه عقب میمونیم فورا از کاروان عقب میمونیم کاروان اونها که کاروان ای نیست که حرکاتشون مرچه ای باشه نه. ابراهیم یک گام برمیداره از اسماعیل میگذره یک گام دیگی برمیداره بطار میشکنه یک گام دیگی برمیداره با سرکرده درگیر میشه چی کارهایی میکنه چه مشکلاتی داشته اگر ما هم این گامهای های بزرگ را در زندگی بر نداریم ما در کاروان نیستیم و این دعاهای ما هم خیلی جا نداره که اهدن سرات المستقیم برای که ما وقتی با کسی که قهرمان یک رشته است با او رفیق میشیم مثل او باید گم برداریم اگر نه عقب میمانیم بنابراین در کشتی امام حسین قرار گرفتن با دعا با تزارو با خواستن امکان پذیره با امام حسین رفیق راه شدن امکان پذیره اما مهم ادامه راهه ادامه راهش اینه که امام حسین با کل وجود در راه عدالت اقدام کرد از همه هستی خود از خودش خانواده هرچی داشت گذشت ما هم در راه عدالت امروز باید کار کنیم بسید. عدالت را در خانه در جامعه و از همه مهمتر عدالت را در وجود خود ما و در نفس خود ما برقرار کنیم بین قوای موجود در نفس عقل و شاهدان عدالت را برقرار کنیم عدالت زمان برقرار میشه که عقل را در بالاترین مرتبه که جایگاهش قرار بدیم و بقیه از تبعیت در غیر این ما همگام با این بزرگان نیستیم تشکر میکنم سر محترم واقعاً مطالب ارزنده ایراد فرموده انشالله که مورد توجه همه بینندگان از ما قرار گرفته باشه و در آخر برنامه از شما میخواییم بسیار کوتاه یک دعا در حق ما و بینندگان ما چه دعای بالاتر از این که اهدن سراط المستقیم سراط الذین انعمت علیهم این کسانی که مورد نعمت خدا قرار گرفته خدا ما رو با اونا رفیق قرار بده و بعد خداوند با آبروی امام حسین و شهدای کربلا توفیق ادامه راه با این رفقای خوب رو قرار بده که ما این رفقای خوب از دست ند صاحب دلان که روی سوی خدا کنن اول به جان گم شده خود دعا کنن اللهم عجل ولی کل فرشتا دیدار بعدی همه شما از آن را به خدای متعال می سپاریم خدایا رو نگه داریزم.